پاتریک موکابی رسامی را از طریق آنلاین آموزش می دهد و برای این هنرمند چیره دست تدریس از طریق اینترنت به دلیل شیوع ویروس کرونا یک تجربه خاص است. او می گوید که این برنامه برخی مشکلات را نیز دارد. دوست دارم با مردم با تماس باشم چون از آنان الهام میگیرم. عدم ملاقات شاگردان و یا بازدید کنندگانی که آثارم را میخرند و یا مردمی که داخل استودیو میشدند، همه این ناگهان متوقف شد. موکابی یکی از صدها هنرمند است که از بحران ویروس کرونا متاثر شده و درآمد ماهانه او به نیم و حدود $1,000 به دلیل عدم فروش آثارش کاهش یافت. بنیاد اعتماد بر فرهنگ بومی و صحت یک برنامه را آغاز کرد که برای هنرمندان مانند موکابی فرصت فروش آثارشان را با ترویج پیام‌های صحی در مورد ویروس کرونا فراهم می‌کند. ما یک ساختار آن را تهیه کردیم و به بازارها و حکومت آن را بردیم. آنها در مورد این ساختار مطمئن نبودند، ولی وقتی زیبایی آن را و پیام آن را دیدند، هر دو آن را پذیرفتند. پیترسن کاماواتی از جمله هنرمندان این پروژه است که یک اثر هنریش به طور متوسط به قیمت $800 فروخته می شود. این فرصتی بود تا هنرمندان گرد هم جمع شوند و به طور مشترک چیزی را خلق کنند که حضور و تداوم آنها را از طریق هنرشان به تصویر بکشد. همچنان فرصتی بود تا آثار خودم را بیاورم. انتظار می رود این برنامه هنری با نمایش آثار هنری و پیام‌های امیدوار کننده از این بحران حداقل تا یک ماه دیگر در معرض نمایش قرار داشته باشد. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.